بخش 18 کتاب ما چگونه ما شدیم. در بخش قبلی اشاره داشتیم که از آغاز هزاره دوم بعد از میلاد، یعنی از قرن 11 به بعد، قبائل و صحرانشینان مختلف آسیای مرکزی به ایران حمله ور شدند و حملاتشون اینگونه نبود که بیان مثلا شبیخونی بزنن و غارتی انجام بدن و باز مجددن برگردن، بلکه به تدریج برخی از دستجات نیرومندتر و بزرگتر قبائل آسیای مرکزی آمدند و در ایران متصرفاتی برای خودشون تشکیل دادند و قدرت را به دست گرفتند. به دو نکته اساسی دیگر هم اشاره کردیم. گفتیم که قدرت مرکزی در ایران بعد از آمدن اعراب و اسلام، اون قدرت مرکزی که در زمان ساسانیان به وجود آمده بود، عملاً از میان رفته بود و در ایران به تدریج قدرت‌های محلی توانسته بودند ظهور بکنند. ایران از دمشق در ابتدا که اعراب به ایران آمدند و سپس از بغداد فرمان روایی یا به تعبیر امروزه اداره می شد. نکته بعدی که اشاره داشتیم پیشرفت و توسعه اقتصادی، تجاری، تولیدی و حتی صنعتی شمال و شمال شرق ایران و بخش‌های دیگر ایران بود بعد از آمدن اعراب. خب با این تصویر کلی که از ناحیه خراسان و ماوراء النهر ایران که بعد از اسلام که بعد از ظهور اسلام در ایران مبدل به بزرگترین و متمدن‌ترین منطقه ایران شده بود و عملاً مرکز علم و فرهنگ و تجارت و اقتصاد شده بود، اکنون بازگردیم به بحث اصلیمان و اینکه هجوم قبائل آسیای مرکزی از اواخر قرن 10 چه تأثیری بر این مجموعه گذارد. روند به قدرت رسیدن و نحوه تشکیل نخستین حکومت این قبائل در ایران، یعنی غزنویان، می تواند به عنوان نخستین راهنمای ما عمل نماید. نخستین قبائل ترک تحت فرماندهی سلطان محمود غزنین را در سال 997 میلادی تصرف نمودند. به دنبال 2 سال جنگ و گریز آنان سرانجام در سال 999 میلادی خراسان را نیز توانستند تصرف نمایند. بعد از آن به سیستان و بلوچستان امروزی در سال 1202 میلادی، غور و مناطق دیگر افغانستان در فاصله 1010 تا 1011 میلادی، خوارزم در 1017 میلادی، بلخ در 1024 میلادی، ری و مناطق جنوبی ایران در سالهای آخر حکومت سلطان محمود، یعنی بین سالهای 1025 الی 1030 به تصرف ترکان در آمدند. سلطان محمود افزون بر جنگهایش در داخل قلمرو ایران بین سالهای 1002 تا 1026 جمعاً 17 بار به هندوستان لشکرکشی نمود. نگاهی دقیق تر به این اعداد و ارقام نشان دهنده که این واقعیت است که در طی
سی و چند سالی که سلطان محمود امپراتوری بزرگ غزنویان را گرد هم می آورد، ایران تقریبا بیوقفه درگیر جنگ بود. یا نبردها مستقیما در یکی از مناطق در جریان بود، و یا اینکه امکانات مناطق مختلف میبایستی برای جنگی که در منطقه دیگری در جریان بود انتقال می‌یافت. برخلاف تصور، مرگ سلطان محمود غزنوی در سال 1030 به معنای پایان یافتن بیش از 3 دهه جنگ و گریز نبود، بلکه سرآغاز 10 سال جنگ‌های دیگر توسط جانشین او یعنی سلطان مسعود بود. اگر جنگ‌های 30 چند سال قبلی برای تشکیل امپراتوری غزنویان صورت گرفته بودند، جنگ‌های 10 سال بعدی برای جلوگیری از فروپاشی آن اتفاق افتادند. به سخن دیگر، ظهور قبائل ترک بر اریکه قدرت و سقوط آنها به معنای نیم قرن جنگ در ایران بود. به نظر می رسد که چنین روندی کم و بیش در مورد حکام بعدی ایران یعنی قبائل ترکمن هم صدق می نماید. اگرچه آخرین فرمان روای سلجوقی تا سال 1194 میلادی در ری بر اریکه قدرت بود، اما قدرت حقیقی ترکمنها از اوائل نیمه دوم قرن 12 در شرف فروپاشی قرار گرفته بود. ترکان خوارزمشاهی از اواخر قرن 12 گروه سوم فرمانروایی قبائل را در ایران تشکیل دادند. فرمانروایی که تا آمدن مغول‌ها در نیمه اول قرن 13 به طول انجامید. همانند قبائل پیشین، نیمی از زمامداریشان صرف به قدرت رسیدن و تشکیل امپراتوریشان شد و نیم دیگر صرف جلوگیری از فروپاشی آن. آنچه برای ما دلالت آمیز است این واقعیت است که هر دو نیمه در مجموعه از جنگ و ویرانی یا در جهت کسب قدرت و در جهت نگهداری آن سپری می شد. و به طبع نخستین قربانیان این جنگ ها مراکز پر رونقی بودند که در بخش قبلی برشمردیم. همون مناطقی که صادرات صنعتی و کشاورزی آنها به اقصا نقاط دیگر نیز صادر می شد. به عبارت دیگر، این جنگ ها و اساساً نحوه انتقال قدرت و شیوه حکومت صحرانشینان نمی توانست بدون تأثیرات منفی و مخرب بر عمران و آبادانی و رونق صنعتی و کشاورزی ایران باشد. یکی از مورخین به عنوان مثال پیامدهای بلند مدت هجوم و استیلای صحرانشینان را در 5 بُعد خلاصه می کند. بُعد اول یا آثار و پیامدهای اولین آن، چشمگیر جمعیت، ویرانی شدید شبکه‌های آبیاری، تقویت دامداری و صحرانشینی به زیان کشاورزی و اسکان‌های شهری و روستایی، تغییرات دامنه‌دار در ترکیب طبقه زمیندار و بالاخره قطع کامل صنعتی و تجاری بلند مدت ایران. منبع این کتاب تاریخی در صفحه 156 ما چگونه ما شدیم آمده. مهم این نیست که بر این لیست عوامل دیگری بیفزاییم یا برخی از عوامل ذکر شده را به زیر سوال ببریم. آنچه اهمیت دارد این است که بتوانیم برخی از این عوامل را از نزدیکتر بررسی نماییم.
و اگر رابطه‌ای با عقب ماندگی تاریخی ایران پیدا می‌کنند، ببینیم این رابطه چگونه بوده است. در تاریخ موارد زیادی می‌توان یافت که اگر با تعمق و تأمل بیشتری خوانده شوند، شاید غیر مستقیم آثار تخریبی تاخت و تاز قبائل آسیای مرکزی بر ایران را ملموس‌تر برایمان بیان کنند. ابن فندق، مورخ مشهور عرب، تاخت و تاز یکی از فرماندهان غزنوی بر منطقه بسیار توسعه یافته و پیشرفته بیهق را این گونه شرح می‌دهد. نقل قول: این شهر از سپهسالار غزنوی که با سپاهی بدانجا اعزام شده بود به شدت آسیب. سپاه مذکور در واحه بیهق اردو زد و به غارت دست گشود. از جهت آنکه پوست درختان پسته، روغنی و سمق و چربی داراست، سپهسالار به قطع آنها فرمان داد تا سوخت خوبی برای تنورهای لشکریانشان مهیا سازد. باقی مانده را نیز از بیخ بریدند و به غزنه بردند. به همین خاطر خراسانیان او را حاجب پاک رو لقب دادند. ادامه نقل قول: این گونه رویدادها در 7 سالی که قزان، یعنی قبائل ترک نژاد، در خراسان به تاخت و تاز سرگرم بودند ادامه داشت. در این 7 سال شخم زمین در بیرون بیهق غیر ممکن گشت، مگر آنکه تنها در باغ‌ها و مزارع درون دیوار شهر اندکی محصول می‌گرفتند. در طول این ایام گوشت گوسفند به دست نمی‌آمد، تنها گوشت آهو یا گوساله و تخم مرغ یافت می‌شد، آن هم به ندرت. بدین ترتیب شهرهای پرجمعیت واحه خراسان در موقعیت خطرناکی قرار گرفتند. شهرهای چون نیشابور یا هرات معمولاً قادر به تغذیه خود نبودند دیگر. این رویدادها سبب قحطی عمومی و کاهش جمعیت گردید. زمینها دیگر زیر کش نرفتند. روستاییان رو به گریز نهادند. دسته های عیار و دیگر ناراضیان از دولت غزنوی رو به افزایش گذاردند. در ناحیه نیشابور قیمت زمین به سرعت سقوط کرد و شاید این امر در فرو افتادن طبقات دهقان و خرد مالک به رعیت سهمی داشت. در سال 1039 خرد مالکان یا کت خدایان نیشابور ناچار شدند سقف خانه هایشان را برای خرید آذوقه بفروشند و دانگی زمین به 1 درهم شده بود. سابقه بر این در محمد آباد که روستایی بزرگ مجاور نیشابور بود، زمین با درختان میوه و قابل کشت یا باغ انگور جفت واری به 3000 درهم بود، اما در این ایام به 200 درهم خرید و فروش می گردید. بیهقی شنیده بود که به روزگار قحطی جفت واری زمین به 1 من گندم می خریدند. الفارسی می نویسد که خاندان معلمیان که از خاندانهای بزرگ و محتشم نیشابور بودند، از خرابی های قحطی ترکمانان چنان به مصیبت افتادند که مجبور شدند به بیهق کوچ کنند. نقل قولی که براتون آوردم از کتاب ادموند کلیفورد باسورس
ایران دوران غزنویان هست که منبعشو قبلا ذکر کرده بودم. این نقل قول که آوردم از صفحه 264 این کتاب بود. نقل قول فوق به وضوح نشان دهنده تأثیرات منفی هجوم قبائل بر ساختار اقتصادی ایران است. به دلیل رکود اقتصادی و یا کشاورزی بهای زمین اون چنان پایین می آید که باعث ورشکسته شدن واحدهای تولید کننده در قالب طبقات دهقان و خرده مالکان می شود. از سوی دیگر روستاییان نیز مجبور می شوند کشت و کار را رها کرده و برای لقمنانی راهی شهرها شوند. هولناکتر از این تصویر زمانی پیش می آید که دو گروه از قبائل برای تصرف منطقه‌ای با یکدیگر وارد پیکار می شدند. نقل قول زیل یکی از این دست موارد می باشد. زمانی که در سالهای پایانی سلسله غزنویان نبردهای سخت و هولناکی بین ترکان و ترکمانان در ناحیه خراسان در جریان بود. نقل قول: ترکمانان خراسان را سرزمینی بیگانه می دانستند و علاقه به اقتصاد و کشاورزی و عمران آن نداشتند. بی محابا غارت می کردند و بر سر راه خود هر جا که می رسیدن احشام خود را در واحدهای کشاورزی و زراعتی رها می ساختن تا به چرا بپردازن. ویرانی خراسان از غارت ترکمانان و افزایش کشت و کشتار میان طرفین مخاصمه بسیار گسترده بود. اما در پایان این دهه، مقصود دهه هستش که قبلا بدان اشاره داشتیم، یعنی دهه 1030 تا 1040 که در طی آن ترکمن ها موفق شدند سرانجام امپراتوری ترکان غزنوی را در هم شکسته و خود حکومت در ایران تشکیل دهند. اما در پایان این دهه که منازعه بر سر خراسان به شدیدترین مرحله رسیده بود، سپاهیان گرسنه خود سلطان، مقصود سلطان غزنوی که دفاع خراسان را در مقابل ترکمنها بر عهده داشت، کف نفس را به دور افکندند و در غارت ولایت و جستجوی آذوقه با ترکمانان به رقابت برخاستند. نیروهای معارض بر چهره خراسان میتازاندند و گام می گرفتند و در این میان خلق مصیبت زده ولایت از یک سو با بار مالیات مرسوم و مصادره آذوقه و محصولات از جانب سپاهیان سلطان مواجه بودند و از سوی دیگر با غارت‌های صحراگردان و احشام ایشان. برنامه ریزی دراز مدت که لازمه جوامع اسکان یافته کشاورزی و یا بازرگانی از غیر ممکن گردید. تولید آذوقه کاهش یافت، ارزش زمین پایین آمد و قحطی خواه ناخواه فرا رسید. این نقل قول هم از همان کتاب تاریخ غزنویان صفحه 256 این کتاب می باشد. تخریب و فروپاشی اقتصاد ایران در نتیجه هجوم قبائل آسیای مرکزی فقط منحصر به مناطق شمال و شمال شرقی ایران نبود. خانم پروفسور آن لمتون می نویسد که آبادانی، رونق و تجارت کرمان و شهرهای پرجمعیت و آباد آن همچون بم، نرماشیر، درازین و بردسیر در نتیجه هجوم قبائل ترک نژاد قز
یعنی غزنویان و فرمان روایان اصفهان و فارس که خود رؤسای قبائل بودند، در اواخر قرن دوازدهم میلادی صدمه زیادی دید. کشاورزی این مناطق از میان رفت و تجارت آن متوقف گردید. از کتاب خانم آن لامتون صفحه 173. از بین رفتن بسیاری از شبکه های آبیاری، همان شبکه هایی که با تلاش های انسان ها به وجود آمده بود، یعنی قنات ها، نهر ها، کانال ها و بند ها، پیامد دیگر تاخت و تاز صحرانشینان بود. در فصل دوم اشاره نمودیم که چگونه ایران همواره با مشکل کمبود آب روبرو بوده است. اما علی‌رغم آن ما در تاریخ می‌خوانیم که فی‌المثل این ناحیه یا آن منطقه آباد بوده و در آن کشت و زرع وسیعی صورت می‌گرفته. از نیشابور یا مرو به عنوان مثال محصولات کشاورزی زیادی به دست می‌آمده. اما همه اینها همانطور که دیدیم به دلیل برخورداری از مواهب طبیعی نبوده. به عنوان مثال رونق کشاورزی نیشابور یا کرمان همانند بسیاری از مناطق دیگر ایران مرهون برخورداری از باران مکفی و یا قرار داشتن در مسیر رودخانه پر آب و طولانی که در سرتاسر سال جریان داشته به هیچ روی نبوده. اگر کشاورزی صورت می گرفت، در سایه تلاش و کوشش های طولانی و منظمی می بوده که توانسته بود به کمک ابداعات بشری از طریق کشیدن کانال های مصنوعی، حفر نهرها، پیچیده تر و سخت تر از همه استفاده از قنات، آب را به کرمان یا به نیشابور برساند. به سخن دیگر وجود آب در نیشابور یا کرمان مرهون تلاش و کار طولانی و پرحجم انسان‌ها بوده. به تبع بقای کشاورزی هم بستگی به حفظ این سیستم انسان ساخته پیدا می کرده. فراموش نکنیم که انسان‌ها موفق شده بودند آن را بسازند. به همان ترتیب هم انسان‌های دیگری می‌توانستند آن را تخریب کرده و از میان ببرند و این دقیقاً اتفاقی بود که افتاد. حداقل یکی از پیامدهای اسفناک هجوم قبایل به ایران از بین رفتن شبکه‌های آبیاری بود. شبکه هایی که از دیرباز و در طی قرنها مداومت با زحمت صرف هزینه های زیاد و تلاش بسیار به تدریج در مناطق مختلف فلات قاره ایران به وجود آمده بودند. برخی از این شبکه ها بر اثر خرابی های دوران جنگ از میان می رفت. بعضن مهاجمین برای محروم ساختن یک منطقه یا یک شهر مورد هجومشان از آب، قنات، نهر آب یا بندی را که آن شهر یا منطقه را مشروب می کرد از میان می بردن. گاهی هم به علت جابجایی جمعیت در نتیجه جنگ ها و محاصره ها در منطقه و عوامل مشابه به تبع نیروی انسانی لازم برای نگهداری سیستم آبیاری، انجام تعمیرات و به عمل آوردن مراقبت های مورد نیاز دیگر وجود نداشت و به تدریج شبکه آبیاری در معرض تخریب قرار می گرفت.
در تاریخ نمونه های چندانی که مشخصاً پیرامون افول کشاورزی و تخریب شبکه های آبیاری باشند به صورت مستقیم ذکر نشدند. اما این فقدان نبایستی ما را دچار تردید نماید که این اتفاق نیفتاده، زیرا علت این که مورخین چندان به از میان رفتن ساختارهای آبیاری نپرداختند در اثر هجوم قبائل میتواند ناشی از این امر باشد که در مقایسه با مصیبت‌های دیگری که در طول جنگ‌ها و آمدن رفتن دستجات معارض، قتل عام‌ها و غیره به وجود می‌آمده، اینکه حالا قنات آن منطقه هم از بین می‌رود یا بندی که کشیده بوده ویران می‌شود یا کانالش تخریب می‌شود، چندان اهمیتی دیگر برای مورخ پیدا نمی کرده. در این حال اینجا و آنجا شواهدی ذکر شده که اگر چه به جزئیات نپرداخته اند اما می توانند ما را مطمئن سازند که از بین رفتن سیستم آبیاری و آبرسانی در بسیاری از مناطق ایران یقیناً یکی از پیامدهای بلند مدت هجوم هایی که در طی قرون 11، 12 و 13 بر ایران صورت گرفته می بودند. هارتوگ مورخ هلندی تاریخ مغول در بخشی از تاریخش به عنوان مثال تحت عنوان تخریب قرنها سازندگی اشاره به از میان رفتن شبکه های آبیاری مناطق خارز و مرو در نتیجه هجوم مغولان دارد. او می نویسد که در منطقه وسیع دلتای بزرگ رود جیهون به دریای آرال در منطقه خارز داخل پرانتز واقع در تاجیکستان و ترکمنستان امروزی که جزء ایران بوده، ایرانیان شبکه‌های آبیاری گسترده‌ای ساخته بودند که آب جیهون را برای کشاورزی از طریق کانال‌های متعددی به مناطق دیگر منتقل می‌نمود. به علاوه سدهای زیادی که در این مناطق ایجاد شده بود جلوی ورود سیلاب و جاری شدن طغیان‌های جیهون را به گرگانج یعنی مرکز خارزم می گرفت. چنین ساختاری به تبع خارزم را مبدل به یکی از توسعه یافته ترین مناطق ایران نموده بود و گرگانج پایتخت آن را به صورت یکی از مراکز مهم تجارت درآورده بود. نقل قول این مورخ هلندی در صفحه 159 کتاب آمده. اما همه اینها در نتیجه هجوم مغول‌ها به معنای دقیق کلمه از میان رفت. مردم گرگانج جملگی از دم تیغ گذشتند و زنان و کودکان به اسارت گرفته شدند. صنعتگران منطقه خارزم به مغولستان انتقال یافتند و بخش عمده‌ای از آن شهر پرآباد در آتش ویران شد. هارتوک می افزاید سرنوشت این منطقه هولناکتر از مناطق دیگر گردید، زیرا عمدن یا بر اثر جنگ سدها شکسته شدند و مردمی که از تیغ مغولان جان به سلامت برده بودند در سیل غرق شدند و بخش عمده ای از این مناطق به زیر آب فرو رفت. مرو منطقه دیگری بود بسیار پیشرفته و آباد که به دلیل برخورداری از شبکه‌های آبیاری مفصل از رونق زیادی برخوردار بود. به گفته همین مورخ هلندی یعنی هارتوگ، مرو یکی از مراکز عمده تولید ابریشم و صنایع نساجی ایران بود.
اما پس از هجوم مغولان جمعیت آن قتل عام و بخش عمده از شبکه های آبیاری آن با خاک یکسان شد. جدای از این عوامل هنوز یک عنصر بنیادی تر از همه اینها وجود داشت که به طور سیستماتیک مناطق کشاورزی ایران را در معرض نابودی قرار می داد. این عنصر یا این پدیده عبارت بود از سبک زندگی و شیوه تولیدی قبائل که مبتنی و متکی بر دامداری بود. طبیعی است که صحرانشینان در جریان ورود خود به ایران و زندگی در ایران شیوه تولید دامداری را یک شبه رها نکردند و به آن همچنان ادامه دادند. از نظر آنان اسکان دائم و کشاورزی ارزش چندانی نداشت و با روحیه و طبیعت آنان سازگار نبود و مهمتر از همه نیازهای آنان را برآورده نمی ساخت. در نتیجه و در عمل ورود آنان به ایران تحولی در شیوه اقتصادی و تولیدی ایران پدید آورد که عبارت بود از تبدیل سیستماتیک زمین‌های کشاورزی به مراتع و چراگاه برای احشام قبائل. درک اینکه این تحول چگونه صورت گرفت چندان پیچیده نیست. در حقیقت مجموعه از عوامل ریز و درشت به این روند کمک کردند. اولا مهاجمین به دلیل آنکه ساکن نبودند و با زندگی اسکان یافته چندان خلق و خوی نداشتند و همواره در حرکت و جابجایی به سر می بردند، حداقل در سالهای نخست اولیه تهاجماتشان نیاز زیادی به دام، اسب و احشام داشتند. احشام برای حمل و نقل و انتقال مایحتاج نظامی، سربازان و مواد غذایی سپاهیان ضرورت داشتند. ثانیاً با از بین رفتن قدرت مرکزی و پیدایش مبارزات بین قبیله‌ای، کشتکاران و ساکنین مناطق مسکونی در معرض حملات و غارت طوایف قرار می گرفتند. در چنین شرایطی عقل سلیم حکم می نمود که کشاورزیان نیز به سمت زندگی صحرانشینی متمایل شوند، زیرا این سبک زندگی به جهت قابلیت تحرکش آنان و خانواده هایشان را از امنیت بیشتری برخوردار می ساخت. مادام که آنان در منطقه ساکن بودند، در صورت بروز خطر یعنی حمله صحرانشینان نمی توانستند چاره اندیشی نمایند. سرنوشت آنان بستگی به رفتار مهاجمان داشت، اما در مورد صحراگردان اینطور نبود. آنان در صورت بروز خطر و ایجاد درگیری یا نزدیک شدن خطر یا نزدیک شدن قبائل بیگانه و دستجاتی که امنیت آنان را تهدید می نمودن می توانستند به مناطق امن‌تر عقب نشینی نمایند. به علاوه گروه های مختلف صحرانشین می توانستند به همراه قبائل و دستجات بزرگتر به راه بیفتند و جدای از آن که در امنیت به سر می بردند، در غنایم به دست آمده نیز شریک می شدند. این تحول آخری به خصوص به هنگام هجوم مغولان بسیار در ایران متداول شده بود. شماری از سپاهیانی که به مغولان پیوسته بودند در حقیقت مغول یا تاتار نبودند، بلکه قبائل کوچک و بزرگ محلی به علاوه کشاورزان و مردم عادی بودند که برای حفظ جان خود و وابستگانشان به همراه مغولان به حرکت در آمده بودند. اینان جدای از آن که از این طریق در امنیت کامل به سر می بردند،
سهمی هم در غنایم به دست آمده به تبع پیدا کرده بودند. به نتایج بلند مدت تخریبی آمدن قبائل در بخش بعدی پرداخته ایم.